چرخی که توی اشرف زدیم دیدیم یکی دو مدل دیگه از این خودروهای برقی توی شهر اشرف هست. از قضا راننده‌هاشون هم خیلی ازش راضی بودن. اشرف جشن و شادی اینا میشه، ما این ماشین رو هم داریم میریم. حالا بچه ها اونجا دور ماشین جمع میشن، هر کی حرف میزنه گاهنم بهش میخندن. این خودو ظرفیت حمله 14 نفر داره، فقط هم با برق کار میکنه. اولین نمونه که به کار گرفته شد صاحبش خیلی خوشحال کرد، ولی چند روز بعد یه مشکل جدیدی مطرح شد. مشکلی که با این خودرو داشتیم اینه که با آتیش باید شارژ بشه و نیاز برق 220 ولت هستش که تو اشرف ما با مشکل مواجه هستیم. برای حل این مشکل تلاش کردیم با ولتاژ رگولاتور و کلیدهای تأخیری این مشکل رو حل کنیم، ولی کماکان مشکل داریم. به ظاهر موضوع تعیین تکلیف شده بود، ولی از قدیم گفتن هیچ کاری نشد نداره و با کمال تعجب دیدیم که رضا یه طرح جدیدی رو مطرح کرد. ما تصمیم گرفتیم برای حل مشکل شارژ باتری‌های این خودروهای برقی از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. در رابطه با خورشیدی کردن این خودرو، همونطور که می‌دونید این خودرو نیروی محرکش یه الکتروموتوره. به طور مثال مثلا برای این ماشین الکتروموتور 5 کیلووات هستش که با برق DC کار میکنه. ولتاژ مورد نیاز این خودرو 72 ولته که از طریق 5 تا باتری خشک 125 آمپری 12 ولت تامین میشه و شارژ این باتری ها توسط برق الان انجام میگیره و یه شارژری که تو خودش تعبیه شده. حالا ما تصمیم داریم یا تری برای این در آوردیم که با شارژر این خودرو رو از شارژر خورشیدی استفاده بکنیم، که در رابطه تری در آوردیم که از صفحه های خورشیدی استفاده بکنیم. چندین صفحه خورشیدی رو با هم به صورت موازی به کار بگیریم، روی سقف و قسمت عقبی این خودرو نصب بکنیم، در اینجا بتونیم بخشی مثلا 50% از شارژ این خودرو رو توسط انرژی خورشید انجام بدیم. ما در حال سر و کله زدن با این خودرو بودیم که یهو دیدیم یه چیزی کنار پامون پارک کرد. پرسیدیم این دیگه چه مدلشه؟ این هم موتور برقیه، بدون سر صدا بدون سوخت کار می‌کنه. بله، هوای تازه رو همه جای اشرف میشه دید. تا گزارش بعدی، خدا نگهدار همه شما.